خانم بحرینی به ایدان بسست خوش اومدید. ممنون از شما و سلام به شما و بینندگان عزیز. دبیر کل عفو بین الملل سال 2015 میلادی رو یکی از بدترین سالها برای حقوق بشر دونست. بله، سال 2015 سالیه که نه تنها حقوق بشر در نقاط مختلف جهان مورد تجاوز قرار گرفت، بلکه سیستم‌های حقوقی و چارچوب قوانینی که باید از حقوق بشر محافظت بکنن هم در خیلی از کشورها تضعیف شد یا مورد تغییراتی قرار گرفت که در جهت نقض حقوق بشر هست و نه اعمال و رعایت اون. در بسیاری نقاط جهان از جمله ایران بازداشت گسترده فعالین حقوق بشری، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق زنان و باقی افرادی که به هر گونه دست به اعتراض مسالمت‌آمیز می‌زنن گزارش شد. شکنجه و دیگر رفتاری ها با بازداشت شدگان و زندانیان هم در دست کم 122 کشور گزارش شد و ما همچنان می دیدیم که در بسیاری از کشورها دادگاه ها با استناد به اعتراف های گرفته شده تحت شکنجه افراد رو به زندان های طولانی و یا حتی در بعضی دادرسی های نامنصفانه به اعدام محکوم کردند. در ایران بسیاری انتظار داشتند که با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و به ویژه بعد از توافق هسته‌ای یا برجام وضعیت حقوق بشر در این کشور بهبود پیدا کنه. منتها برخلاف این انتظارها وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نه تنها بهبود پیدا نکرد، بلکه اگر ما نگاهی به دو سال و نیم گذشته بیندازیم وضعیت خیلی بدتر هم شده. گزارش عفو بین الملل امسال مثل هر سال وضعیت حقوق بشر را در چندین حوزه، یعنی مسئله اعدام، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و تبعیض علیه زنان و سرکوب آزادی بیان و تجمعات بررسی می‌کند و در تمامی این حوزه‌ها نگرانی‌های بسیار جدی در مورد نقض حقوق بشر در ایران همچنان وجود دارد. و در مقدمه گزارش هم گفته شده که علارغم دستیابی به توافق هستی و امیدهایی که در مورد باز شدن فضای داخلی هم به وجود آورده بود، هنوز هیچ اقدام موثری از سوی هیچ کدوم از نهادهای اجرایی در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر اتخاذ نشده و در بعضی موارد ما حتی با پسرفت‌های بسیار جدی هم مواجه بودیم. یکی از بارزترین اونها مسئله اعدام بود که در طی سال 2015 دائما مورد اعتراض عفو بین الملل قرار گرفت و در میانه سال 2015 ما با بیش از 700 اعدام روبرو بودیم که اکثر اونها هم به دلیل جرایم مواد مخدر بودند. در باقی زمینه ها هم مسائل حقوق بشری همچنان پا برجا موندن. عفو بین الملل در گزارشش از بازداشت و صدور حکمهای سنگین زندان برای روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی، فعالین سندیکایی و باقی منتقدان از جمله کسایی که در فضای مجازی فعال بودن ابراز نگرانی شدید کرده و به سرکوب آزادی بیان به خصوص در حوزه آنلاین هم اشاره های انتقادآمیزی کرد. شما اشاره کردید به اعدام در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر. هفته گذشته آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه در بروکسل میهمان نهادهای اروپایی بود. در نشستی با قانونگذاران پارلمان اروپا که به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص داشت، در انتقاد از اعدام‌ها آقای ظریف نه تنها از این اعدام‌ها دفاع کرد، بلکه به نوعی گفت که این اعدام‌ها برای خدمت به غرب و اروپا انجام می‌گیرند، بدین معنا که اگر قاچاقچیان مواد مخدر رو دستگیر و اعدام نکنند، سیل مواد مخدر به سمت اروپا ادامه پیدا خواهد کرد. ببینید، اعدام به دلیل جرم مواد مخدر
نه تنها خلاف قوانین بین المللیه، به این دلیل که جرایم مواد مخدر در زمره به اصطلاح سنگین ترین جرایمی که میتونن مشمول مجازات اعدام بشن در کشورهایی که این مجازات رو لغو نکردن قرار نمیگیرن، بلکه حتی در عمل هم جدا از اینکه اصلا مجازات اعدام مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانی منجر به حل مزل مواد مخدر در ایران نشدن و ما اتفاقا در ماهای اخیر با تغییر رویکرد مقامات داخلی با این موضوع روبرو بودیم و بسیاری از اونها اذعان کردند که مسئله بحران مواد مخدر در ایران با اعدام صدها نفر در سال حل نشده و بالعکس باعث ایجاد محرومیت های گسترده در خانواده های معدومین شده و در همین راستا هم بود که تعدادی از نمایندگان مجلس لایحه‌ای رو معرفی کردن به مجلس که پیشنهاد لغو مجازات اعدام برای برخی از جرایم مواد مخدر رو میده و البته این لایحه هنوز در مراحل بسیار اولیه است و مشخص نیست که چه سرنوشتی خواهد داشت، ولی تمامی اینها در کنار هم نشون میده که اتفاقا فشار بین المللی روی ایران در رابطه با صدور بالای آمار اعدام تاثیر گذاشته و مقامات نمیتونن به این روند سرسام‌آور اعدام ها در کشور ادامه بدن و انتظار واکنش های تند نهادهای بین المللی رو نداشته باشن. رسانه های جمهوری اسلامی یک برخورد دوگانه با گزارش سالانه عفو بین الملل داشتند. اون بخش از گزارش که مربوط میشه به کشورهایی مثل پادشاهی سعودی، یمن و یا بحرین رو بهش اهمیت بسیاری دادن و تمجید کردند. ولی برعکس اون بخش از گزارش که مربوط به جمهوری اسلامی ایران میشه رو مغرضانه خوندن. گزارش سالیانه عفو بین الملل در کنار تمام گزارش هایی که در طول سال عفو بین الملل منتشر میکنه گواهی بر اینه که عفو بین الملل یک سازمان مستقل حقوق بشری بین المللیه که مسئله نقض حقوق بشر در تمام نقاط دنیا رو مورد توجه قرار میده و از روش های تحقیق یکسان برای مستندسازی و پاسخگو نگه داشت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پاسخگو نگه داشتن مسئولان برای این موارد نقض استفاده میکنه. در دوران انتخاباتی هستیم و انتخابات آزادم یکی از حقوق هر انسانی است، اینکه بتونه حق گزینش و انتخاب شدن رو به صورت آزاد و سالم داشته باشه. در این گزارش سازمان عفو بین الملل اشاره مستقیمی ولی من به مسئله انتخابات در ایران ندیدم، آیا غیر مستقیم اشاره شده؟ گزارش عفو بین الملل، گزارش سالیانش، یک سری محورهای همیشگی رو مورد بررسی قرار میده و یکی از اونها آزادی بیان و آزادی تجمعاته که به بحث انتخابات آزاد هم کاملا مرتبطه. عفو بین الملل به طور مشخص به مسئله انتخابات اشاره نمیکنه چون این یک گزارش سالیان است و به روند اتفاقات در سال 2015 اشاره میکنه، ولی مسئله سرکوب روزنامه نگاران، سرکوب منتقدان چه در فضای مجازی و چه در رسانه های دیگه، فیلترینگ شبکه های اینترنتی و ماهواره‌ای، اینها همه مسائلی هستند که افراد رو محروم میکنن از استفاده از حق آزادی بیان و مشارکت فعال در رابطه با امور مختلف سیاسی و اجتماعی و به خودی خود بر باز بودن فضای انتخاباتی اثر میذارن. در این حال عفو بین الملل در بخش تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی و تبعیض علیه زنان به قوانین متعددی که این قشرهای محروم اجتماعی رو از مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی محروم میکنه و در مورد اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی اونها رو از رسیدن به مناصب سیاسی در واقع دسترسی اونها به و فرصت دستیابی اونها به منصب‌های سیاسی رو کم میکنه هم اشاره میکنه و این هم موضوعی که مشخصا دوباره به مسئله انتخابات مربوطه که تعداد زیادی به دلایل
عقاید مذهبی یا عقاید سیاسی و یا صرف جنسیتشون از شرکت در از کاندیدا شدن و دستیابی به یه سری منصب‌های سیاسی محروم میشه. با سپاس فراوان از همراهیت. خواهش میکنم. ممنون از شما.